السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، اساتیدمون، معلمانمون. الفاتحه مع الصلوات. سوره مبارکه بقره این آیه 123 شروع داشتیم خدمتون عرض میکردیم که اتقوا یوم، بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله الرحمن الرحیم بگید. اتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون. به این مناسبت بحث شفاعت رو و شفاعت باطلی که در حقیقت مشرکین طرح می‌کردند رو عرض شد خدمتتون و تحت یه بسته نسبتاً بزرگی به نام بحث ولد اینو طرح کردیم که یک نوع جداسازیه و یک نوع حیطه درست کردنه برای خداست. یعنی خدا رو، حیطه های خدا رو جدا کنیم. به عجد خدا تا اینجاست، از این به بعدش بالاخره منم، از این تا اینجا مثلا کارهای خداست، از این به بعدش وقت منه، خانواده منه، خود منم، فکر خودمه. به هر جهت برای خدا حیطه و محدوده درست کردن، این دقیقا مخالف روح اصلی دینه، که روح اصلی دین همین بحث توحیده. در مقابلش هم ببینید، شاید بگید که جلسات بحث بود دیگه، بگید که خب این چه فایده ای برای ما داره. در مقابل بحث توحید، سکولاریزم دقیقا، یعنی ترجمه ای از شرک. شرک دقیقا ماهیتش همینه. برای همین است که شما در سوره مبارکه توحید همین بحث ولد و والد و همه اینا رو خدا بحث میکنه. شرک به معنی قبول نکردن خدا نیست. اینا یه سری ایتئیستن که مثلا طبیعتگران و مثلا میان خدای نیست و مثلا اینا. شرک یعنی اتفاقا خدا هست. تا چند تا هست؟ چند تا خدا هست یعنی چی؟ از چند جا فرمان صادر میشه؟ فرمانهای مثلا عبادیم از یه جا صادر میشه، فرمانهای علوم اجتماعیم از یه جا صادر میشه، علوم الهیم از یه جا در میاد، علوم انسانیم از یه جا دیگه در میاد. دقت میکنید؟ این میشه سکولاریزم. یعنی محدوده ها از همدیگه جداسازی میشه. کمان که عرض شد که سکولار اصلا این همی یعنی جداسازی. سکولاریزیشن یعنی جداسازی، معنی لغویش یعنی. و اینه که مشکل امروزه و دیروزه بشر همین این نکته بوده. یعنی ما توحید رو درست نفهمیدیم و از اون طرف هم دوچار شرک شدیم. حالا این رو تحت عنوان بحث ولد و والد و بحث شفاعت و اینا مفصلا طرح کردیم. این در تصمیم گیری های سیاسیمون دخالت داره، باور و عدم باورش در تصمیم گیری های اجتماعیمون دخالت داره. به عبارتی ما گیرمون توحیده. این آیه سوره مبارکه توحید چیز رو بیاری، توبه رو، آیه 28
سوره مبارکه توبه. اینو در بحث سوره مبارکه توبه ما عرض کردیم، ولی خب خالی از لطف نیست تکرارش. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. گفتن که آقا این مشرکون نجسن. حالا اونجا بحث کردیم این به معنی نجاست نیست، که مثلا ورود مشرکین به معنی مثلا مثل سگ نجسه، اینجوری نیست. این نجسه به معنی قذارت و پلیدیه، در جایی که محل توحیده پس از حکومت اسلامی این نیست که دیگه اینجا محل ورود در حقیقت و تسلط مشرکین بشه، نباید بیان اینجا. مفصلش اونجا بحث کردیم، الان محل بحث من این نیست. اصلا نزدیک مسجد الحرام نیان، این نزدیک محل توحید نیان، اینا مشرکونن. مشرکونم نقطهشون، نقطه بحثشون همین مطالب بوده که تو این جلسات داریم عرض میکنیم، نه اینکه مثلا یه شرک اعتقادی داره که مثلا مثل هندیه، مثلا یه هندوییه که مثلا اعتقاد به هزاران خدا داره، مثلا اینا وارد اصلا سوره توبه مال این بحث نیست. سوره توبه یک دعوای در حقیقت سیاسی اجتماعیه کاملا. میگه اینا پلیدن، نذارید بیان، نذارید وارد در حقیقت محل توحید بشن. اینا یه دو گفتن آقا اگه قرار باشه مشکی نیان، سرمایه ها چجوری باید بیاد؟ پس سرمایه میترسه. خب بالاخره این منافع ارزی ما این وسط چی میشه؟ حرفای درستی، حرفای عاقلانه یه دیگه، که آقا اگه بخوای پای یه سری رو ببری، شرکت های فلان رو ببری، اینا خب مملکت و همین ارزاوری که از این طریق داره به دست میاره، این داد و ستت ها چی میشه؟ این چی میشه؟ اون چی میشه؟ آقا همین مشکلاتی، سوالایی که ما امروز داریم، دقیقا این سوالا سوالات دیروز هم بوده، چون که همین ارتباطاتی بوده که اتفاقا انقدر ثروت دست اونا بوده، هی قرآن اینو تذکر میده که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. آقا این اموال و اولادش شما رو به شگفت نیاره یهویی، نترسونتتون. خب همین مسائلی که ما داشتیم، همین مسائل اینا هم داشتن، چون که همیشه انقلاب‌های دینی بر پای مستضعفین انجام شده. گفتن اگه سرمایه به ترس نیاد چی میشه حالا؟ گفتن فإن خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. اگه خدا بخواد، اگر میترسید از ترس فقر که اینا نیان جوهی چی میشه، فسوف یغنیهم الله من فضله، خدا از فضلش، فسوف به هر جهت یکم امتحانتون میکنه، ولی دیدید که نه، تو این امتحانه درست پس بر اومدید، اون موقع یغنیکم الله من فضله، از فضل شما رو بی نیاز میکنه. نگران جذب سرمایه نباش، تو همونی که خدا گفته. ببینید میگم ریشه مشکل توحیده، مشکل اینه که خدا همه کاره نیست، مشکل اینه. اگر خدا همه کاره باشه و هر چیزی دیگه‌ای که ما بهش ارجاع داده شدیم تو زیر پر همه کاره بودن خدا باشه، اگه این رو ما باور کرده باشیم، اون طرح ولد و والدم قبول نکرده باشیم، حوزه های خدا رو جدا سازی نکرده باشیم، حتی عرض میکنم گاهی اوقات ما حوزه های وقتی خودمونم نگاه بکنید، بعضیامون هستیم که نگاه بکنیم به خودمون یک جور شرک مستتری درمون هست. مثلا میگه که این نماز خوندن وقتی که من باید برای خدا بذارم، خب میشه یه نماز خوندن میشه
مابقیش میشه کار خودم، این پول میشه پول خدا، اون پول میشه پول خانوادم، وقت خانوادم، وقت خودم. این میدونید یعنی چی؟ یعنی این که من بین حوزه های خدا و حوزه های خودم جداسازی رو قبول کردم، که یه وقتایی هست برای خداست اسمش نمازه، این شرکه. نه اون شرکی که شما بابتش مثلا شرک جلی نیست تا که مثلا بود میشنید، ولی یه گواهی از یه نوع شرک دارد. یه وقتی دارم وقت خداست میشه نماز، یه پولایی دارم پولای خداست میشه خمس، یه وقتی دارم وقتای خداست مثلا فلان کار میرم جلسه هیئت، یه وقتایی دارم وقتای خودمه. کی تصمیم میگیره؟ خودم. کی راجب اون پول تصمیم میگیره؟ خودم. کی راجب منش زندگیش داره تصمیم؟ خودم. اونا دیگه مال خودمه، اینا مال خداست، اینا هم مال خودمه. بعد تازه هموناییه که تازه فرض کرده که مال خداست، گاهی اوقات ازش میدوزه میذاره تو مال خودش. این یک جوری شرکه. این همون باز دوباره این آدم فضاش آماده است برای این که بگن آقا نماز و روزه و فلا اینا کارهای خداست، خب اینو دین بگه. روابط بین المللی و علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم اقتصادی فلا اینا، اینا کارهای خودمه. کی بگه اینو؟ خودم میگم چی؟ این آدمی که اینجوری فکر میکنه برای اینم آماده است. مگه میشه جور دیگه؟ آره میشه. اصلا ببینید این آیات چیز مال همینه که میگه یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق، اصلا مال همینه. کسایی که قیام و قعود و جنبش، نه فقط قیام و قعود و علی جنوبهم، و این سهالت نیست مثلا تاغواز مثلا، نه این که این یعنی کلن همه چیش در اختیار خداست. تو این وسط ها پولم در میاد براش، اونش هم هست، ولی ابدا کار نمی کنه که این سهم خودم رو بخوام بگیرم. این سهم زندگی خودمه، سهم خودم از زندگی. میگید سخته؟ خب بله که سخته، مال اولوالالبابه، اولوالالبابه، کسایی که به لب و مغز رسیدن، مغز تو کلشونه اینه، و اینه کسی مغز تو کلشون نیست تبدیل میشه به همین جور سهم بندی ها. این آیه چی رو ببینیم با هم دیگه تا این معنی که گفتم سوره مبارکه انعام آیه 136. و جعلو، ببینید دقیقا آدم میگه مگه اشکال داره اینجوریش، داره راجبه کفارانه حرف میزنه. و جعلو لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا. خب ما راجبه خمس مگه تصویرمون تصویر راجبه خمس و زکات چیه؟ خب وقت تصویر سازی که دو ذهن ما همینه، بیاییم سهم خدا رو بهش بدیم، بقیه سهم خودمونه. و جعلو لله، قرار میدن برای خدا، مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، از حرث و انعام نصیب برای خدا قرار میدن، بیاییم سهم خداست. فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، این برای خدا، خلاصه اینم برای لشرکائنا. فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی الله، تازه باز سهم بندیمون سهم خدا را میزنه باز دوباره. برای همین داریم که اسرق الناس من سرق ان صلاته،
دوزترین آدم ها کسی که نمازش میدوزه، یعنی همونیه که سهم خداستن میدوزه بازم. فلا یصلو الالله، اون چیزی که برای شرکاه به خدا نمیرسه، و ما کان لله فلا یصلو الالله شرکاه هم. از این ور میذاره اون ور، تازه سهمبندی هم کرده، تو سهمبندیش هم رعایت نمی کنه. اصلا تو بی خود کردی، سهمبندی کردی بین خودت و خدا. ما بین خودمون و خدا سهم داریم، همش مال خداست. ما ممکنه زکات میدیم، وقت میذاریم، میگیم آقا این وقت خدا، این وقت خودم، بعد به حتی وقت خدا هم تعرض میکنیم، در صورتی که اونی که خدا میخواد، خدا وقت نداره. همه کارهای طرف، چه تجارت باشه و چه بی باشه و چه درس باشه و چه دانشگاه باشه و چه نماز باشه و چه چیز باشه، اگر همش مال خدا بود خوبه، اگر همش مال خدا بود خیلی خوبه. همه کاراشو داره بر اساس اون چیزی که خدا میخواد انجام میده، سهمی هم برای خودش قائل نیست. بله حالا اگه منظورتون درست فهمیده باشم، حالا مثالتون رو خیلی نتونستم تطبیق کنم، ولی اگر سطح بندی تو خود آدم ها یا سطح چیزا منظوره، خب این که قطعا درسته. یعنی ببینید، ما خیلی از معارف که الان داریم اینجا میگیم، اون معرفت ناب توحیدیه که خدا تون حرفای نابش زده، اتفاقا اومده از یه سطحی از سطح‌های نازله اومده گفته که آقا بیا همین سهم‌ها رو قرار بده، نماز مال منه، خب این نمازه رو اینجوری بخون، که شما رفته رفته کار برای خدا و خدا در نظر شما یه جوری باشه. برای همین من عرض می‌کنم واقعا اسلام از جهت وجود مناسک درش بی نظیره. هیچ دینی مناسک اجباری اینجوری نداره. مناسک اجباری یعنی این که شما بیا برای خدا باید این کار رو بکنی، و ما بلند میشیم برای خدا نماز میخونیم، برای خدا 17 ساعت چیزی نمیخوریم. اگر یه نفر بگه کی بهت گفته، میگیم خدا، خدا به ما گفته. همین اینی که طرف داره این رو تمرین میکنه که خدا به ما اینو گفته، و منم به خاطر حرف خدا 17 ساعت نمیخورم. حتی یه جوری هم هست که الان به هر کی بگید که اشکال نداره، شما میتونی بری زیر میز بخوری کسی نبینه، میگه یعنی چی زیر میز بخوری؟ خدا که میبینه، که یه خدای ناظر شاهد مسل. این رفته رفته برای یه مؤمن تبیین شده. همینی که پاش افتاده که یک مناسکی رو انجام بده به خاطر خدا، حالا آیا سطحش باید همین آدم همینو خدا میخواد؟ من مفصل میتونم آیه نشون به شما بدم که دقیقاً در همه بحث مناسکی که ما داریم، خود قرآن اینو نشون داده که من اینو فقط نمیخواستم، من فقط اینو نمیخواستم. گم نکن داستانو. حالا الان یه چند تایه رو تند با هم میبینیم توی معنی که چیز کردیم. این سطح، بله، البته به اضافه این کامنت که ببینید، ما خیلی توقع داریم آدم‌ها به سطح بالایی از معارف برسند لابد در 60-70 سالگی. آقا این اشتباهه. ذیل این آیه مهم سوره مبارکه، که حالا یا غافر یا فاطره، که قرآن اونجا میگه که اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا ما انقدی عمر ندادیم به طرف که تذکر پیدا بکنه، هوش و حواسش بیاد سر جاش؟ ذیل اونجا روایاتشو ببینید،
داره که این آیه برای ابن ثمانی عشر سنه، برای کیه؟ برای 18 ساله هاست. روایات دیگه اومده مثلا بوده برای 23 ساله هاست، روایات دیگه بوده برای 35 ساله هاست، روایات دیگه بوده برای 40 ساله هاست. یعنی تهش 40 ساله دیگه. خب مثلا هنوز ماها در سن 45 سالگی 6 سالگی هواهای جوونی شرکالود، هنوز که نه انگار وقت ما نشده مثلا که شروع کنیم. هنوز بذار مثلا زنمو بگیرم، هنوز مثلا کارمو ردیف بکنم، هنوز بابا گذشت. این مال 18 ساله هاست این آیه. یه خورده این تلقی بچه بودن رو باید زدود این رو به اضافه این کن. میخوام بگم بله سطح بندی داره، سطح های آدم ها مختلف حرفا رو، ولی آدم ها ببینید چرا قرآنی حرف رو مطرح میکنه؟ قرآن همیشه چشمندازا رو بلند معرفی میکنه که طرف بدونه که آقا اونجایی که من قراره برم اونجاست، اینجا این پایین نیست. اگه کوهنوردیه منظورم اورسته، منظورم جنت آباد نیست. خب طرف مثلا رفته سربالای جنت آباد میره بالا میگه کوهنوردی کردم، این منظور نیست، این منظوره از کوه. خب لذا قرآن این سطوح مختلف معرفتی رو طرح میکنه. یهو میبینید با یک مناسک واجب شروع میکنه طرف رو خورد خورد بیاره تو این فضا، که من آخرش باید برسم به اینکه تمام زندگی طرف ماله و تمام حوزه های زندگی طرف، نه فقط زندگی عبادی فردیش، زندگی سیاسی، زندگی اجتماعی، زندگی اقتصادیش، خانوادگیش، اینا همش مال خداست. این میشه توحید. موقع الان اگه ما گرفتار سکولاریسم شدیم به خاطر همین نکته است، به خاطر اینکه سهم بندی کردیم بین خودمون و خدا. چرا این بحث داره مطرح؟ به خاطر اینکه شما عملا طرح ولد و والد رو قبول کردی به نوعی، طرح ولد و والد رو قبول کردید. ببینید اصلا چه مؤنث باشه اون ولد چه نباشه، و این طرح به شدت نفاق‌آلوده، به شدت نفاق‌آلوده، چون که شما هم خدا داری هم نداری. اصلا طراحی نفاق زدن زیر پای خدا نیست، دقت کنید. طراحی نفاق در حکومت‌های اسلامی، در کلن در زندگی، اینا طراحی‌های نفاق جدا کردن حوزه هاست از هم دیگه، یعنی سکولاریزمه، به صورتی که شما خدا داری و نداری. دقیقا مثلا داری وقتی سیستم اقتصادی تو میچینی، علوم اجتماعی تو میچینی، شما هیچ تفاوتی با یک مشرک نداری در این صورت، چون که دقیقا دست به همون فرمولایی میبره که اونجا داره میبره. میخوای خانواده رو توضیح بدی، دقیقا دست به همون فرمولایی میبری که همونو دارن میگن، ضمن اینکه شما خدا داری. یه نکته من سر بحث موهای پیش، سر بحث من رابطم با مولوی و فلان اینا خوبه، در این نکته که میگم از سر بی ارتباطی نیست. تا ببینید گاهی اوقات هست برای آدم ها آلترناتیو های خوب درست میکنن. شما احتیاج به حکمت داری، میتوانی آدم بیدینی مثلا باشی. الان شما برید تو همین خارج از کشور، پر از این کتاب‌های رومی ویزدم هست، حکمت‌های رومی، که حکمت‌های دقیقاً مولوی رو اومدن هی در آوردن و بون. طرف خلع داره، خلع خدا رو داره، خلع دین رو داره. اگه این خلع وجود داشته باشه سرش یه موقعی به سنگ می‌خوره. همین خلایشو با یه چیزی پر میکنن.
فرق داره یه عارف بالله رومی ویزدم بخونه یا یه آدم همینجوری همینجوری بگی که حالا من خلع خودم رو میخوام اینجوری پر بکنم. شما برای همین است که این آیه سوره مبارکه سوره مبارکه توبه آیه 30 رو ببینید که همین طرح بحث ولد و والد رو یهو تو فضای مسیحیت میشنوید، تو فضای دین میشنوید اصلا. یعنی یه موقعی بوده تو فضای کفار میشنیدید اینو، حالا نمونه همین بحث رو شما دارید تو فضای دین میشنوید. و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. اینا میگفتن عزیر ابن الله، رابطه قد مایم و این، اینم تفسیرش احبار و رهبانن که تفسیرش به عهده خودشونه. اینا همه تو سوره بقره اینا هم توضیح داده شد، آقا ما مفسر، اینم ابن الله، کی تفسیرش میکنه؟ من. یعنی مفسر ابن الله تازه چیه؟ من احبار و رهبان تفسیر میکنم. این رابطه هم که ابن الله نه عبدالله، چقدر فرق بین ابن الله و عبدالله. اینم که ابن الله میشه یه طرح دقیقه تو فضای دین، میشه همون طرح ولد و والد که ما جوهرش مهم بوده. تو میگه ذالکه قولهم به افواهم، این یه قولیه که با دهن دارن یه چیزی میگن، ولی مسئله یه ریشه خیلی عمیق‌تر داره. یضاهعون قول الذین کفروا، مشابه همون حرف کفار دارن میزنن، یعنی عین همون حرف کفار داره اینجا زده میشه. بعد ببینید واکنش رو، این واکنش رو تقریبا راجع به منافقین خدا انجام میده. میگه دشمن میخوای اصلا اینا، یه قاتلهم الله، خدا بکشتشون. این عجب تریه دیه، انا یعفکون، این چه جور افکیه، این چه جور تهمتیه؟ چون که این تهمت سر از هزار جا در میاره، اصلا ریشه تمدن غرب اصلا تو همین تهمت بنا شده. رو اینی که خدا در عالم حضور نداره، خدا در عوالم خودش حضور داره، بشر رو گذاشته که در عوالم خودش حضور داشته باشه و مسلط بر عوالم خودش. ما این نکته ای که شما فرمودید الان میتونیم چند تا آیه رو خیلی سریع با هم دیگه، چون محل بحث نیست ولی حرف مهمی اجالتا، و اون این که اون مناسکی که وجود داره حتی خود قرآن وقتی میخواد تعریف بکنه این رو در قالب یه پرونده دیگری طرح میکنه. نوعی که من رو آخون میام به شما میگم در قالب پرونده و فولدر دیگری دارم باز میکنم، فولدر مناسک، اتفاقا کاملا سکولاریزه دارم مطرحش میکنم. قرآن وقتی که مطرح میکنه همین بحثو، اتفاقا فولدرشو یه جای دیگه وا میکنه. برای همینی که عزیز من ما نماز میخونیم، حج میریم، این کارا رو میکنیم، میبینیم تأثیرش نیست. چرا تأثیرش نیست؟ به خاطر اینکه دست شما درد خیلی. چرا تأثیرش نیست؟ به خاطر اینکه یه چیزی که تو مثلا اندروید نوشته شده شما میخوای اینو تو iOS بیاری بالا، خب بالا نمیاد. میبینی یه ظاهری داره ازش بالا میاد که بالا نمیاد خیلی درست. یه اگرم بیاد یه دموی بالا میاد. تو یه جای دیگه برنامه نویسی شده توی محیط دیگه ای. تو میخوای بعد قرآنم اینجوریه، مثل این سیستم های مک میمونه که میگن برنامه هاشم باید تو سیستم خودش بنویسی. یعنی شما نمیتونی مثلا پشت این کامپیوتر بشینی مثلا سیستم iOS بنویسی.
سیستم عاملش باید مثلا تو کامپیوتر مک بنویسی، یعنی همه چیش به هم ربط داره. خب یعنی شما نمیتونی بازی در بیاری این وسط، همش مرتبط به هم دیگه است. به خاطر همینه که میبینید که ما اصلا فضاهای رساله‌مون فرق داره، فضاهای رساله ما فرق داره با فضای قرآن. شما فضای رساله اومده همه رو جدا کرده، خروجی رو گذاشته جلو تو، گفته واجب است. روایات ما قرآن رو اصلا اینجوری نیست، تو سیستم عاملش توضیح داده، به صورتی که شما در یک به اصطلاح این حقوقدانا، حالا نمیدونم دانشجو حقوق دارید یا نه، اینجا میگن که ما یه قانون داریم، یه دکترین قانون. خب ما آخونده بهش میگیم روح قانون. دکترین قانون به شدت مهمه، چون که روح حاکم بر قانونه. شما باید اون دکترین رو داشته باشید تا قانون خودشو نشون بده به اون قانون. خب این دکترین ها رو بحث میکنیم، صاف طلب میاریم میزنیم وسط یه دونه حکم، بگیم این هم اینه الان. مثلا نه کسی توجیه میشه نه. حالا میگن نماز دیگه رجعت باید خون دیگه، حج دیگه، حالا باید رفت دیگه. شما بستر لازمش رو ببینید. قبل از اینکه این دو سه تا آیه رو بخونم، یه آیه میخونم که نشون بدم که اینی که منافقین رو اصلا با این نام یاد میکنه، که من میگم اینا به ریشه در بحث نفاق و منافقین اینا داره. خب یه صلوات بفرستید. سوره مبارکه نساء رو ببینید، آیه 142. میگه ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. وقتی که نماز میخونن با کسالت نماز میخونن. یراؤون الناس و لا یذکرون الله الا قلیلا. اینا کم به یاد خدان. یعنی چی کم به یاد خدان؟ میخواد بگه اینا حوزه هاشون جداست، یعنی در مقابل اون چیزی که در سوره مبارکه احزاب گفته که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، که ذکر کثیر داشته باشی، یعنی یاد کثیر. یاد کثیر یعنی یاد در همه حوزه ها، همه حوزه ها دست خدا باشه. اینا اینجوری نیستن، اینا حوزه های خدا رو جدا میکنن، یه کمی به یاد خدا. عمده حوزه هاشون دست خودشونه، عمده زندگیشون دست خودشونه، عمده زندگی طرف دست خودشه. حالا اون موقع حتی این فضای مناسک و اینا رو نگاه بکنید، بیایید آیه 102 سوره مبارکه نساء من این چند تا رو سریع میخونم. 102 سوره مبارکه نساء آیه چیه؟ آیه نماز و خوفه. خب نماز و خوف رو اینجوری بخوند، اینجوری و اینجوری اینجوری، نماز جماعت خوف. خب بعدش هم حواستون باشه که اسلحتون رو بذارید زمین، خلاصه دشمن میزنه. تو هر جبهه اگه کسی فکر کنه اسلحش رو بذاره زمین، در حقیقت میزنه، شیطونه اون جبهه میزنه. خب اگه جبهه جهاد اکبر سلاحش بکاه، اگه اینو بذاری زمین شیطون از رود رد میشه، سلاح هول بکاه. جبهه جهاد اصغر همین تو پتا، اینا رو بذاری زمین بخوای همین با این شیوه بری توی جنگ، خوردی.
این خیلی مهمه که شما تصویرت راجب دشمن طرف مقابل چی باشه. اگه تصویرت این باشه که من با اون سر یک موضوعاتی چالش دارم، حتما باید بری تو فضای بده بستون، حتما باید این باشه. این قالب مذاکره برای کسایی که فکر میکنن که در یک موضوعاتی با هم دیگه چالش دارن. اگر خوب دقت بکنید، اگر دشمن طرف مقابل شما فضای شما با هم بده بستون نباشه، زدن هژمونی های هم دیگه باشه، اگه برید تو فضای بده بستون قطعا خوردید. اونجا یک امتیاز دادن اونجا یعنی این که تضعیف خودتون دارید رقم میزنید. این بستگی داره تو ذهن دولت مردان ما چی جا گرفته. فکر میکنن که آیا با همدیگه چالش هایی پیدا کردن که باید برن چالش هاشون حل کنن، طبیعتا باید برن تو فضا بده بستون، یا نه تصورشون اینه که لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، اصلا روشتون رو قبول نداره. یعنی با هم مشکل منطقی پیدا کردید، مشکل های بود و نبود پیدا کردید، مشکل هژمونی دارید الان با هم دیگه. اونجا اگر یک امتیاز شما بدید باختید، بنزی یک امتیاز باختید، یه امتیاز اگه بدید بنزی یک امتیاز باختید. و بنده صحبت کردم با دولت مردانمون، تصورشون شماره یکه، تصورشون تصور شماره یک دارن، فکر میکنن که چالش هایی داریم کلن ما با اینا، نمیدونن کلن موسی و فرعون ما هم دیگه چالش ندارن، با هویت هم مشکل دارن، با هم دیگه سر موضوعاتی به مشکل نخوردن. حالا اینو بذاریم کنار. نماز خوف خوندیم، فإذا قضیتم الصلاة، نماز تموم شد. نماز خودش ذکر الله مگه نیست؟ بله، اون جوکه هست، طرف صف نون وایساده بودن فلان اینا، میگن آقا نون تموم شد، صف من میگه آقا نون تموم شد، صفو چرا هم میزنی؟ خب آقا نماز تموم شد. نماز تموم شد، صفو چرا هم میزنی؟ فإذا قضیتم الصلاة، نماز تموم شد، فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، همه حال به یاد خدا. ببین نمیذاره بگه که، نمیذاره شما تصور بکنید که نماز سهم خداست، با اینکه میگه اقم الصلاة لذکری، نماز یاد خداست، ولی نه اینکه من سهم خدا رو بیام تو یاد خدا بهش تحویل بدم بعد برم دوباره زندگیم. این میشه این سکولاریز. اگر شما این کارو کردید، قضیتم الصلاة، صفو چرا به هم میزنی؟ همش دیگه به یاد خدا، زندگیت به یاد خدا، با یاد خدا. حالا فعدت معننتم، از اون حالت خوف در اومدید، باز یاد خدا. خوف بود، یاد خدا. از خوف در اومدیم، جنگ تمیش، خب یاد خدا. بعد رسیدیم از خوف به امنیت، خب یاد خدا. ببینید این نحوه از تر چقدر فرق داره با نحوه ترهی که ما ها مثلا جهیدیم. خب نماز بخونیم، طرف میگفت روشم نمیشه دیگه، میگفت یه چهار رکعت نماز بخونیم خیرشو بکنیم. خب منظورش خیرشو بکنیم، منظورش معنی یعنی شهرشو بکنیم. خب این خیرشو بکنیم، خلاصه انگار یه چیزی افتاده وسط برنامه‌های ما. دقیقاً بعضی همون تصور نمیم، مثل یه نقطه اضافی تو برنامه‌های ما، مثلا برنامه رو چیدیم این بالاخره این وسط اینو بالاخره بایدم بخونیم دیگه، افتاده دقیقاً وسط برنامه‌های ما. خب ببینید این چقدر فرق داره تا اینی که طرف تو روایت هست میگن مؤمن اول اوقات نمازشو میچینه بعدن برنامه‌هاشو میچینه. تازه اون برنامه برنامه خودش نیست، برنامه خداست که میچینه. باز ببینید این آیه چیز رو
دقیقا همینجوریه. بله، اصلا کسی باید تو همین فضا مناسک رو انجام بده. اگر مناسک رو در فضای قرآنی مناسک انجام نده، یه جوری مشرکه، یه جورایی مشرکه. این همون شرک خفیهاییه که تو وجود آدم هست. بعدن میبینید یه کار میفته دستتون، میشینید پای میزای مذاکره و میشینید تو چیزای شرکت‌های اقتصادی و میشینید اونجا طرح میدید، میشینید تو علوم انسانی و علوم اجتماعی، اینا یک مشرک نشسته داره طراحی میکنه سیستمو. بیایید آیه 199 سوره مبارکه بقره. اون که مال نماز خوفش بود، خب حالا اینش هم مال حجش، تمام این چیزایی که ما میگیم فردی ترین فلان اینا. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم فاذا قضیتم مناسککم. آقا مناسکتون تموم شد دیگه، تموم شد. آقا چرا صفو به هم میزنی؟ مناسک تموم شد. فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. این آبا منظور پدرانتون نیست، منظور هر کاری که دارید میکنید. نگو خب حالا حجمون انجام دادیم، کچلمونم که کردیم، بیریم سراغ کسب و کار خودمون دیگه، درس و دانشگاه و فلان، دیگه تموم شد، دیگه من الان شدم حاجی، به خیکمونم میبندن یه حاجی فلانه چی فلان، نه دیگه میشیم تو سراغ کارمون. میگه نه، عمیقاً به یاد خدا باشید دیگه، که ذکرکم آبا او اشد ذکرا. بیایید سوره مبارکه جمعه، آیه 9 سوره مبارکه جمعه رو ببینید. میخواد بگه برید نماز، نماز جمعه بخونید، ببینید چجوری میگه و بعدش که میخواد تموم شه چجوری میگه. نه ببینید، آدم مثل بچه آدم باید خورد خورد بزرگ شه. این سطوحی که عرض شد همین بود و اصلا برای همین داریم این آیات رو میخونیم. ببینید یه موقع از بچه 2 ساله است، مثلا میگه دیب دمینی مثلا، خب حتی آدم خوشش هم میاد مثلا بچه داره بزرگ، ولی اگه این تا 7-8 سالگی بگه دیب دمینی ملت دمینی، اینو باید ببرن گفتار درمانی دیگه. این دیگه واقعا نباید این موقع اینو بگه. خب یعنی گاهی اوقات ما هنوز شدیم در سن 80 سالگی طرف در نوجوانی داره به رحمت خدا میره. خب یعنی با همون ایده های نوجوانیش یا بچگیش که یه موقعی مثلا ماشین داشته، ماشینش اینقدر بوده، داشته باش تفاخر میکرده فلا اینا، بعد حالا گنده شده، همه با هم یه اسکیلی پیدایدن گنده شدن با هم، خودش و ماشیناش و اینا. خب و حالا تفاخراش رفته رو همین ماشیناش و مثلا اینجوری. خب یه بچه ایه که فقط دقیقاً اسکیلش عوض شده، یعنی سایزاش عوض شده، سایز خودش و اسباب‌بازی‌هاش و اینا. خب یه موقع از آدم در یه مراحلیه میگه آقا من برم نمازمو بخونم فلان بکنم چیکار بکنم، مثلا بچه راهنمایی تشویقش هم آدم میکنه فلان باریکه. حالا یه موقع طرف 23 سالشه، 24 سالشه، 25 سالشه، بعد میگم برم نمازمو بخونم. اون این مثل همونیه که در سن 7 8 سالگی بازم نمی دید دمینی دی بعد دی بره اینجوری با این بابا بعد دیگه مثلا آخه یه تحرکی، یه چیزی، یه تغییری. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله. برید به سمت یاد خدا. میخواد بگه برید به سمت نماز، میگه برید به خدا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. حالا نماز تموم شد، فاذا قضیت الصلاه،
چرا صفو به هم میزنی مرد حسابی؟ نماز تموم شد فقط. فانتشر فی الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. باز یاد خدا، انتشار در زمین، کسب و کار، همه اینا، ولی یاد خدا. خب این میشه همون چیزیست که من عرض بکنم مناسکی که قرآن تعریف میکنه هم در بستر یاد. اصلا همین آیه سوره احزاب که خوندم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، اون فضای جهاده. جهادش همینه، نمازش همینه، نماز جمعهش همینه، حجش همینه و قص علی هذا، همه چیزش همینه. یعنی مناسک هم گذاشته بابت همین داستان. این میشه توحید. و اونی که سهم بندی های بکنیم، جعلو مما زرع من الانعام حرثن من الانعام حرثن نصیبن، این میشه همون طرح کلی شرک و ولد و والد و ادامهش و همه، که سر از نفاق در میاره تو آدم، سر از سکولاریزم که همون نفاقه در میاره تو آدم، سهمای خدا و شده جدا میشه از هم دیگه. و این چیز هست. حالا اتفاقا بذارید یه روایت سر همین سهم ها بخونم. بحث این شد که راجب عبادت، این روایت روایت کافیه. میگه امام صادق علیه السلام میفرمایند فی التورات مکتوبون، در تورات آمده است که یبن آدم تفرق لعبادتی، برا من، برای عبادت من، حتی مثل نماز و اینا، اونم ذکر الله، منتها ذکر الله خاصه دیگه، زندگی هم که ذکر اللهه، تا اون ذکر الله خیلی تفرق لعبادتی املع قلبک غنن، تو در حقیقت تفرق برای عبادت پیدا کن، وقت آزاد کن، عبادت کن، من قلب تو پر از بی‌نیازی میکنم. ولا اکل که الا طلبک، خوب دقت کنید، ما از یه چیزایی میزنیم که فکر میکنیم وقت رو داریم، نمیفهمیم تو این نحوه نگاه داری شیپو رو سرت میگیری، یعنی یه وقتی پیدا کردی که شیپو رو ایمری کنی فقط، که از این ور میزنی پاره میشی ولی صدا در نمیاد. خب فقط داغون میکنی خودتو. اون وقتی که به دست داری میاری وقت برای تعویض دهنه شیپوره. خب ولا اکل که الا طلبک، و تو رو به طلب وانه میذارم، خودم میشم. اینی که هی گفتن آه اسأل الله من فضله، فضل خدا رو برو دنبالش. ولا اکل که علات و علیه ان اصد فاقتک، به گردن من فقر تو جبران کنم، گردن من. و املع قلبک خوفا منی، موقع دل تو پر از خوف به خودم میکنم. و الا تفرق لعبادتی، اگر یه همچین کاری نکنی، املع قلبک شغلن به دنیا، قلب تو پر از اشتغالات دنیایی میکنم، که همش بشینی ماشین حساب دستت باشه ضرب تقسیم کنی، که این وامش باید اینجور بدم، بعد اونجور باید اینجور کنم، این میرسه نمیرسه، این رو اینجور، بعد اینجور میکنم، بعد میشینم فکر میکنم، گاهی قاعد آدم مشکلم نده، همینجور داره فکر میکنه دیگه، این الان سود اینجوری میده، بعد اون سوداش بانک جمع میشه، بعد میبرم اونجا یه سرمایه گذاری اینجوری میکنم، این میشه بعد میتره کنم، من بیت کوین میخرم اینو، بعد بیت کوین میکشه بالا، بعد اونجوری اصلا میبینی واقعا یه کاریکاتوریه این ذهن، این که داره هی اینا رو بالا پایین میکنه. میبینی شغلن به دنیا، نه تنها قلبتو، کارتم. ثم لا اسد دفاقتک و اکل که الا طلبک، نه فاقت و فقرتو به عهده میگیرم، بشم میتونم برو دنبالش، حالا بدو و یعنی اونجوری شو،
من به تو زندگی تو برای من بکن، منم دنیا رو اینجوری، نه اینکه میخوای زندگی تو بری یه جوری دیگه بکنی. خدای انتقامگیرم نیست. ببین اینا، این تبیین وضعیت دنیاست، دنیا این مدلیه. یه نفر امروز آن زنگ زد یه خانمی، گفت من خلاص سابقه بد دادم فلان، کسافت کاری مثل فحشا اینا هم انجام دادم فلان. گفتم خب خدا قبول کنه صلی الله علیه و آله. این بعد میگفت که من یه زندگی طیب و طاهر میخوام. خب گفتم زرشک دیگه، یعنی تو میخوای این را رو بری این نتیجه رو بگیری؟ خب نمیشه که. بعد میگفت چرا خدا منو هی اذیت میکنه؟ به خدا چه ربطی داره؟ خب این مثل اونه طرف خوش میخواد بالا پشتون بندازه پایین، بعد دست و پاش بشکنه، بعد میگه خدا چرا اینجوری میکنه با من؟ خب خودتون انداز پایین. بعد میگه من میخوام برگردم. میگم خیلی خوب، کدوم وری میخوای برگردی حالا؟ این وضعی کلن میخوام برگردن، نمیدونم به سمت خدا قرار برگردن، به سمت یه کارهای دیگه. میگم واقعا به سمت خدا مثلا قرار برگردی؟ آره. خودم خب کارهای خدا رو انجام باید بدید، یعنی اون کارهایی که خدا میگه اگه میخوای به سمت. گفت نمیشه یه جوری دیگه مثلا. خب بابا این پس کلن دست خودته ماجرا، یعنی تو هم میخوای به سمت خدا برگردی، هم اون راهی که رفتی این کسافتکاری و فلان اینا همه انجام دادی اینا. و بعدش فکر میکنه چرا پسرا اینجوری هن که با ما همچین ارتباطاتی برقرار میکنم؟ میگم خب ببخشید شما با این ریخت قیافه حالی که داری، خب داری کد میدی به پسرا دیگه، خب داری کد لازم رو به پسرا میدی که چجوری باید پسرا برخورد کنم با شما. این آدم میخواد یه جوری کلن زندگی بکنه هر جوری دلش خواست، بهترین و شریفترین نتایج هم بگیره. این نمیشه. یه رفیقی که اینجا الان سوال کرد، سوالش هم همینه اصلا، گفت من یه شوهر طیب طاهر میخوام. تازه این که دیگه، یعنی شما همین جوری با این چی یه شوهر طیب و طاهر؟ خب شما طیب و طاهر بشو، از طیبات و لطیبین و طیبونه لطیبات. خب این یه قاعده عمومیه که جز قواعد محسوب میشه. حالا سوال کردن فقه که مثلا حالا این همسران بده مثلا چیز و اینا، این به معنای قاعده کلیه، ضمن اینکه خیلی وقتا ناظر به بحثای فحشاه و همسران ائمه هیچ کدوم اهل فحشا نبودن، که بوده مخالف باشن و حتی چیز باشن، اهل فحشا نبودن. این چیزایی هم که گفته میشه راجع هم بعضی از همسران پیامبر، بعضی ها میگن اینا، این حرفای بی خودیه. بله، اونم که آیا این کارو میکرده خودش یا نه، اون فیه تأمله. یا مثلا نه، مثلا کاری به کار اینا نداشته، یا مثلا یه جور رضایت مثلا به این فعل داشته و اینا. ولی نکته اینه که یه قاعده کلیه. حالا مثل این میمونه که شما بگن آقا ورزش موجب سلامتیه، این حرف اشتباهه؟ نه، حرف اشتباهی نیست. ولی آیا ممکن نیست کسی که ورزش بکنه سالم نباشه؟ نه، اینش هم ممکنه. ولی همه میدونن که آقا برای سلامتی یکی کارهایی که میکنن دارن ورزش بکنن، این شما رو در مجرایی قرار میده که سلامتی توش تضمین شده تره. اینجوریه. خب پارامترهای دیگه هم هست، بالاخره پارامترها موازنه میشه با هم دیگه. کما این که در اینجا هم آقا شما اگه همسر طیب و طاهر میخوای، یکی از راهاش طیب و طاهر بودن خودته، خودت طیب و طاهر باش تا در مزان این باشی که همسر طیب و طاهر گیرت بیاد تو این چیز. پس اون راهی که خلاصه قرار اون راه رو بریم، همون راه رو باید رفت تا اون نتیجه رو گرفت. میخواستم عرض بکنم که این یاد خدا، این بحث
خلاصه از رو آیات سکولاریزم، ولد، والد، طرح این که یضاهئون قول الذین کفروا، این کفار و هم دیگه دقیقاً تو ادبیات دینی هم دقیقاً میشه حرف کفرالود زد، با ادبیات دینی در یه دین میشه حرف کفرالود زد. این محتوای بحث مهم، بحث های شفاعت و نمیدونم همه این چیزا، محتوا ریشه مهم داستان همین بود که خدمتتون عرض کردم. یه ساعت ما فکر میکنم تموم شد. چقدر شد برادر؟ الان چقدر ضبط کردی؟ 55، یعنی 5 دقیقه. ببینید یه شاخصی داره نماز، یعنی نماز به عنوان اینجوری معرفی شده، غیر اینکه نماز ماهیتش یاد خداست. خب و تو یه یاد خدای خاصی هم هست. چرا؟ به دلیلی، به هر دلیلی این معراج مؤمنه. شما روایات بحث نماز رو اگر ببینید، این نکته توش خیلی مهمه. میدونید نماز تشریع چجوری شده؟ خدا پیغمبر رو برده معراج، در معراج یه تکلم وجودی شکل گرفته بین کی؟ پیغمبر و خدا و عظمتی که دیده. تکلم‌های وجودی این مدلیه که مثلا شما از یه صحنه خیلی تعجب میکنید، ممکنه یه کارایی میکنید و یه حرفایی میزنید، مثلا یوی حرف تعجبی، یوی اینجور میکنید، خب بعد اینجور میکنید بگید واو. خب دیدین این دبلیو او دبلیوی که این اصلا نه کلمه است، نه هیچی نیست، نه هیچ. خب بهش میگن، به اینا میگن تکلم وجودی. خب یه تکلم وجودی بین پیغمبر و حضرت حق شکل میگیره. خب یعنی اصلا حرکاتش اینجوری در میاد، مثلا یهوی یه حال نعمت گرفتنی بر پیغمبر تجلی پیدا میکنه. خدا میگه حالا منو ناز بده ببینم، میگه الحمدلله رب العالمین. خدا مینویسه، خب نماز در سوره حمد الحمدلله رب العالمین، این یه تیکش، بعد اینجوری کن ببینم، بعد یهوی عظمت حق آشکار میشه، حضرت میره میفته یهای به حالت رکوع، خدا مینویسه خب رکوع، بعد سر تو هر دویه بالا بینم، تا سرشو حضرت میاره بالا میبینه که یک عظمتی فوق اون عظمت به خاک میفته، خدا مینویسه خب سجده. خب نماز میره تو رکعت دومش، بعد مثلا میگه اگر پیغمبر میخوای به من برسی از طریق اهل بیت خودت باید بیای. میگه خب چی کار کنم؟ میگه انا انزلنا فی لیلة، شروع میکنه انا انزلنا، خدا مینویسه انا انزلنا فی لیلة القدر، تو نماز، نماز از این نماز استخراج میشه. خب یعنی از مجموعه ای از تکلم های وجودی پیغمبر نماز در معراج استخراج میشه. ببینید این فرق داره تا اینکه شما بگن که آقا یه سری حرکات مثل حرکات اعتباری، مثلا میتونستی اینجوری بکنی حالا، ولی خب اینجوری باید بکنی، مثلا خب میتونستی یه کارهای دیگه بکنی. نه، از تکلم وجودی چی؟ معراج، در معراج نماز استخراج میشه. بعد گفتن به بقیه، خود پیغمبر گفته آقا ما که رفتیم معراج نماز، هر کی خواست بره معراج، از صلاتو معراج المؤمن، میخواد بره معراج نماز. خب برای همین هست که نماز یک ویژگی خیلی خاص داره. نماز خب به صورتی که اولین سنسورهایی که میزنه توی چیزها، تو راههایی که انسان میره، رو نماز میزنه.
برای همین است که شیطان به هر چی هم اجازه بده به شما اجازه نماز نمیده، نماز خوب. دارد که در چیز که ولما قام عبدالله، سوره جن، وقتی که عبدالله بلند شه بخواد نماز بخونه، کادو یکونون علیه لبدا، شیاطین گروهی حمله میکنن. خب یعنی شما تو دعا کمل حمله سنگین نیست، ولی تو نماز حمله به شدت سنگینه. برای همین تو دعا کمل 5 دقیقه حواستون رو میتونید جمع کنید. اگر تو دقیقه نماز بتونید 5 دقیقه حواستون رو جمع بکنید، به المپیک نماز میتونید راه پیدا بکنید. خب یعنی دیگه واقعا المپیکیه اگه کسی بتونه 5 دقیقه تو نماز حواستش جمع بکنه. معلومه با مثلا 20 تا مبارز هم بلده به جنگ همزمان. ولما قام عبدالله بیسته بخواد نماز بخونه، کادو یکونون علیه لبدا، گروهی شیاطین حمله میکنن. نماز یه چون یه ذکر الله فوق‌العاده‌ایه و تکراری هم مثل حج نیست، خب هی داره تست میشه روی شخص، هی داره تست میشه. برای همین است که ان قبلت قبل ما سواها، اگه واقعا قبول بشه ما سواش. حالا گفتن کی قبول میشه؟ گفتن هر مقداریش که شما اگر در یاد الهی باشی اون مقدارش قبول میشه، و اگر نیستی قبول نمیشه اصلا. خب قبول فقهی منظور اینا نیستا، قبول نیست اصلا. این معلومه که تو اعمال دیگر قبول نبوده، اعمال دیگر به خاطر خدا نبوده. اگه کسی توفیق نماز خوندن درست حسابی میخواد پیدا بکنه، باید بره زندگیشو درست حسابی کنه. فکر نکنه که مثلا خودمو جمع جور میکنم الان یک نماز باحال میخونم مثلا، الان اینجوری نیست. البته جمع جور کردن فعل جمله در قبل از نماز و اینا این مهمه، گفتنم تو چیز که آدم یه تفرقی پیدا بکنه، خود ذهنشو آزاد بکنه، فلان یه خورده بشینه در محل نماز، از قبل از نماز، بعد از نماز، تو تعقیبات یه مقداری بالاخره این نماز رو ادامه بده، فضای نماز و یاد خدا رو ادامه بده، فلان اینا، این فضا رو گفتن. ولی مثل اینه که کسی مثلا بگه من در طول روز مثلا اصلا نه ورزش میکنم نه هیچی، هیچ، یا آدم ضعیف بونه، نه بعد خودم رو 10 دقیقه مونده چنان آماده میکنم میرم رو دوشک همه مثلا قهرمان های فلان میزنن مثلا الان. خب این که معلوم نمیشه دیگه، این نشده. بله اون کسی هم که خودش و بدنش رو خیلی آماده نگه میدونه 10 دقیقه به چیز باید یک بدنی گرم بکنه که به رو دوشک، این جوریه. و اینه کسی این طرف گرم نمیکنه، اصلا ورزش نمیکنه که بخواد کاری بکنه، رو دوشک هم خبری نیست. نماز از این جایگاهش که تست خلاصه همه کارهای آدم، حتی نماز شب اینا، طرف اومده گفته که من نماز شب نمیتونم بخونم. حضرت نگفتن خب فکر کنم شما خوابت اشکال داره مثلا، گفتن قد قیدت که زنوبک، او زیاد گناه میکنی، معلومه گناه میکنی، خب نمیتونی بخونی. نه یا نماز مثلا گناه هم بکن بعدش نماز شب بخون زرشک مثلا، خب گناه زیاد میکنی، خب نمیتونی بخونی. این خلاصه جایگاه ویژه نمازه که شما دو تا چیز خیلی ویژه باشه، یکی همین نمازه، یکی کمک به خلقه، کمک به محرومینه. اینی که حالا گفتید اینو استطرادن عرض میکنم، در همون حدیث علی ابن مهزیار که میخواد خدمت حضرت برسه و نمیرسه، 20 سفر نمیرسه، سفر 20 که میرسه حضرت بهش میگن که انا قد نتوقع
اتبعک لیلا و نهارا، من شب و روز دنبال تو بودم، کجایی؟ این علی ابن مهزیار میگه ببخشید، مثلا ما دنبال شما بودیم، مثلا خب من چی کار بکنم، ما که دنبال بودیم. بعد حضرت به زبان بی زبانی میگن زرش، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، کثرتم الاموال، دنبال پولین، دنبال ازدیاد پولین، کاری هم که به محرومین ندارید، نه بیا منم ببین. خب ببینید، شما که دنبال کار خودتی، دنبال حسابای اقتصادی خودتی، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، روی ضعفای مؤمنین چه کاری ندارید به اینا، نه بیا منم ببین. این دوتا رو اگر میبینید هی قرآن داره تأکید میکنه، لابد آقا خانوم در تأکیدش یه چیزی نهفته است. هی میگه یقیمون از صلات و یعطون از زکات، هی میگه صلات انفاق، صلات انفاق، صلات انفاق، بعدش هی میگه این انفاق فقط انفاقای واجب نیست، انفاقای مستحب، انفاق از مال نیست، انفاق مما رزقناهمه، انفاق از وقت، انفاق از آبرو، انفاق ایناست. اینو داشته باش، اینم داشته باش، بقیش برو حال کن. این دوتا خودش خیلی چیزایی. موقع خدمت آقای بهجت بودیم، یه پاکستانی آمد و آقای بهجت گفتش که ما، خدا رحمت کنه بزرگان، آقای بهجت گفتش یه توصیه‌ای بکنید که ما مثلا یه اینو بگیریم فلان. گفتن در یک دست، حالا با لحن خود، در یک دست قرآن رو بگیرید، در یک دست اهل بیت رو بگیرید دیگه. این بنده خدا فکر کرد که مثلا حرف خیلی مهمی هم نیست، مثلا قرآن و اهل کلا یه چیزی دیگه ای مثلا نه مثلا لوت کوینو شنجو دستاش اینجوری بود، گفت انجام شد رفت دیگه ها اینا. الان اینی گفتم بله ببینید نماز اول وقت، ببینید به این معنی من توضیح میدم، نماز اول وقت مثل دویدنه. خب منتهای مراتب، چون که دنیا خودش سرپایینیه، گاهی اوقات بعضی رو تردمیل میدوئن. خب یعنی همینجوری داره میدوه، فقط از این نگاه نمیکنیم، یعنی چیزی جلو که نمیره، فقط داره خودشو داره ثابت نگه میداره توی نقطه ای. نماز اول وقت خیلی مهمه، خیلی مهمه. میدونید چرا؟ یه دلیل معرفتی داره. دلیل معرفتیش اینه، مثلا این میمونه که یه عزیزی به شما زنگ بزنه، مثلا اینایی که نامزد دارن و اینا، مثلا به خصوص اون دوران نامزد اینا، اینا عسل هم جیگر هم، مثلا اینا هم سیف کردن، حالا بعدن که تمام مثلا بالاخره کار از کار میگذره و فلان دیگه ازدواج میکنه اینا، زنگ بزنه اینجوری میذاره اینا، بعد میگه چرا جواب ندیدی، میگه مثلا ندیدم یا جلسه بودم. ولی اون موقعی که هنوز عسلم و جیگرم و نمیدونم این چه هنوز تبدیل منزل و اینا نشده، در اون مواقع، خب شما وقتی که زنگ میزنه در حقیقت با یه سرعتی طرف، مثلا این دیدید نونام برایی که زنگ میزنن با آدم، این چیز که ممکنه مثلا از بیت باشه، ممکنه چی باشه، اینا سریع آدم ور میداره. خب به خاطر این نکته معرفتیه که یعنی موضوع به نام زنگ زدن خدا مهمه. بعد اینجوری که نباشه، معنیش اینجوریه که زنگ زده بار بار حال باش، حالا زنگاتو بزن، اینش خیلی نافرمه. میدونید مثلا مثلا زنگاتو حالا بالاخره جواب میدن، حالا پیامک بزن ببینیم، مثلا یا جوابای تمپلیت برای طرف بفرسی اینا، تا حالا معلومه طرف رو تحویل نگرفتی. حالا ما شانس میاریم اون طرف ما رو
نمیبینن که ما چه برخورد داریم باشون انجام میدیم با موبایل و اینا، ولی چون خدا میبینه این خیلی حالت زایه‌ای داره. و اینی که طرف سری گوشی رو برمیداره، این حکایت از یه علاقه ای مثلا این چیزا میتونه بکنه در شخص. بالاخره یه دوندگی، حالا مثلا باید امیدوار باشه رو تردمیل ندوه مثلا. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على فاطمة بابيها وعلها وبنيها عدد ما أحاط به علم. اللهم كن لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً ونصراً ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها طويلا. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، شاید این جمعه بیاید، شاید آقا با چه روی به شما نگاه کنیم، همه ی زندگیم تو غفلت بودم. فقط گاه و بیگاهی به یاد شما می افتادم، انگار ننگار من مولا دارم، آقا دارم، سیدی و مولا. ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. شب جمعه از ای ولی خدا بین من و خدا خورد شیشه اومده. لا يأتي عليها إلا رضاكم.
بیا بین من و خدا آشتی برقرار کن، من از خدا دارم دور میشم، از شما دارم دور میشم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر. کی میشه پوش بدی به کعبه، بگی انا بقیت الله. ما را از راه حسین ببر، از راه جد غریبت ببر. شما خودت فرمودید اگه که چشمم خشک بشم، لب کن علیک بدل دموع دمو، خون گریه میکنه. لطفی که کرده ای تو به من، مادرم نکرد. ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. لطفی که کرده ای تو به من، مادرم نکرد. ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین. حسین جان، حسین جان، شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا، گوید حسین من چه شد، گوید حسین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد، نور دو عین من چه شد. حسین جان، حسین جان، حسین.